یه سلام پرشو رو گرم به همه شما دوستان دانشجو، شما که شعله اعتراضتون سردی پاییز رو گرم میکنه و شور وجودتون حالا هوای دانشگاه رو عوض کرده. باز هم با یه دانشجوی دیگه در خدمت شما هستیم تا از دانشجو بگیم. دست مریزاد و درود به دانشجوهای بجنورد به خاطر تجمع چند صد نفری که طی این هفته توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد. اول ببینیم که علت چی بوده. مدت هاست که از مطالبه برحق دانشجویان دانشگاه بجنورد مبنی بر تسهیل مشکلات ایام و ذهاب میگذرد. تا کنون متاسفانه نه تنها هیچ اقدامی از سوی مسئولان دانشگاه در پاسخ به این مطالبه صورت نگرفته، بلکه همواره شاهد بی‌توجهی و نادیده گرفتن ابتدایی ترین حقوق دانشجویان از سوی مسئولین هستیم. پس از مدت‌ها سکوت و دندان روی جگر گذاشتن، صبر ما به سر آمده و اعتراض خود را نسبت به بی‌کفایتی مسئولان با تجمع نشان دادیم. بنابراین خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر به خواسته‌های زیر هستیم: کاهش هزینه سرویس‌ها، افزایش تعداد سرویس‌ها و برخورد درست و در شأن دانشجو توسط راننده‌های سرویس‌ها. این دانشجوها که اعتراضشون را از ساعت 9 صبح شروع کردن، بعد از بی‌توجهی کارگزاران حکومتی مسیر دانشگاه رو بستن و گفتن همونجا میشینن تا جواب بگیرن. این تجمع تا ساعت 8:30 شب ادامه داشت و معاون سیاسی فرماندار به دانشجوها قول داد که تا 10 روز به همه خواسته هاشون رسیدگی بشه. دانشجوها هم اعلام کردن که تو این 10 روز برای اتوبوس‌ها کارت نمی‌کشن. بعد دوستان، یک بار دیگه قدرت دانشجو و توان جمعی اونها مزدوران حکومتی رو به عقب نشینی وادار کرد. وقتی که نیروهای ما در همدیگه ضرب میشه، وقتی دیکتاتور میبینه که خیال تسلیم و تن دادن نداریم و وقتی که صدای دانشجو برای حق طلبی بلند میشه، مزدوران حکومتی سر جای خودشون میشینند و دانشجو پیروز صحنه است. مثل این یکی صحنه. دانشجوی پرسرش آزاد باید کرده، دانشجوی پرسرش آزاد باید کرده. اینجا تجمع کارگران و مالباخته ها جلوی مجلسه که دانشجوهای با غیرت هم به اون پیوستن. ماموران سرکوبگر چند تا از اونها رو بازداشت کردن، اما با اعتراض مردم و شعارهاشون این دانشجوها آزاد شدن. یکی دیگه از تجمعات این هفته مربوط می شد به بچه های دانشگاه تهران که به دلیل قطع 3 روزه برق و افزایش اجاره بهای خوابگاه ها تجمع کردند. البته داستان دانشگاه تهران ادامه دارتر از این حرف هاست. حتما تجمع هفته قبل بچه های خوابگاه چمران رو یادتون هست. بعد از این اعتراض‌ها دانشجوها با مدیر کل امور خوابگاه‌ها یه جلسه برگزار کردند که تو اون خواسته‌ها و مشکلاتشون رو مطرح کردند. مشکلاتی مثل افزایش هزینه‌ها در عین کیفیت پایین، مشکل تردد و دسترسی به خوابگاه، محدودیت غیرمنطقی ساعات ورود و خروج، اخذ تعهد و تماس با والدین در صورت تأخیر، اجباری شدن حجاب در مجموعه‌ها، کیفیت پایین غذا و مشکلات فنی و بهداشتی ساختمان ها. اما مدیر کل امور خوابگاه ها همونطور که انتظار می رفت گفت که این موارد همشون غیر قابل پیگیری هستن و هیچ تمایلی نداره و نمی تونه قدمی برای حلشون برداره. البته از یک کارگزار دستگاه جنایت و چپاول جز این هم انتظاری نیست. دانشجوها هم خیلی صریح به برخوردهای امنیتی حراست و تهدید معترضین اعتراض کردند و گفتند که به تجمعات و اعتراضاتشون ادامه میدن. جا داره یادی هم بکنیم از بچه‌های دانشگاه قم و اعتراضشون در این هفته. این دانشجوها در اعتراض به کیفیت پایین غذای سلف، سینه‌هاشون رو توی راهروی مسیر سلف سرویس روی زمین چیدن و اعتراض کردند. یه اعتراض دیگه در این هفته مربوط می شد به دانشگاه آزاد کازرون.
بچه های دانشکده دامپزشکی وقتی وارد دانشکدهشون شدند صدای اره برقی شنیدند و درخت هایی بود که به زمین می افتاد. درخت های نارنگی و نارنجی که در تنظیم دمای منطقه هم تأثیر زیادی داشت. اما به خاطر سودجویی کارگزاران حکومتی قطع شدند. دانشجوها و اساتید این دانشکده اعتراض کردند و سر کلاس ها نرفتند. رئیس دانشگاه هم که دید قضیه جدیه، سری اومد به صحنه و تقصیرها رو انداخت گردن مسئول فضای سبز و هر پس درخت کاری زد تا قضیه رو فیصله بده. متاسفانه یه بی‌تدبیری انجام شد توسط مسئول این کار که خوشبختانه حالا به موقع هم جلوش گرفته شد، چون اگر که زودتر این اتفاق نیفتاده شد تعداد بیشتری درخت متاسفانه ما از دست می‌دادیم. بله. و قابل ذکر که این بنده خودم الان از کار معلق شده و تا تشکیل کمیته انضباطی و مشخص شدن مسببین این قضیه این چون از کار معلق هستن، ما حالا به سرعت این کار انجام می‌دیم که درخت جایگزین بشه تا همین فردا پس فردا انشالله به جای تمام درختی که قطع شده درختان جوان و نهال‌های تهیه شده که سر جای اونها بکاریم با امید خدا. گفتنی ها از دانشگاه خیلی شنیدنی هم هست، البته از زبون خود شما. این هفته باز هم با حال شما بگید به دانشگاه های شما اومدید. این هفته ما یه جلسه داشتیم با رئیس دانشگاه به خاطر مشکلات مختلفی که از سرویس های دانشگاه تا غذاها، خوابگاه و مشکلات ساختمونی. رئیس دانشگاه قول 100% داد که 10 مورد از خواسته ها رو تا 16 آذر برطرف کنن و بقیهش هم تا پایان بهمن. حالا معلوم نیست از ترس روز دانشجو یا نه. اگه هم نشه ما که گفتیم کوتاه نمیایم و اعتراض میکنیم. مشکلات خوابگاه و دانشگاه ها خودش زیاد هست. الان گرونی کتاب ها هم بهش اضافه شده. به خصوص درس های پژوهشی که سرسام آوره. کتابی که سال قبل 9000 تومان بوده، امسال 25000 تومان شده. ناشرهای کتاب هم میگن مشکل گرونی کاغذه و یارانه هایی که دولت نمیده. یعنی این دانشگاه همه چیزش شده تجارت خونه. وضعیت سرویس بهداشتی خوابگاه حق گویان خیلی افتضاحه. مایع دستشویی رو هفته یک بار پر میکنن و هر بار هم به مدت 5 روز خالی میمونه، چون شیرها خرابه. مایع خود به خود تخلیه میشه. نه شیر رو تعمیر میکنن، نه حتی به حرف دانشجوها که میگن خودشون حاضرن هر روز مایع رو پر کنن گوش میکنن. معلوم نیست فازشون چی اصلا. 2 ماه از شروع سال تحصیلی گذشت و بودجه ورزشی مخصوص دانشجوها به دانشگاه‌ها ابلاغ شده. اما هنوز باشگاه‌ها و سالن‌های دانشگاه تهران رو در اختیار دانشجوها نذاشتن. سال‌های قبل حداقل بچه‌های خوابگاهی میتونستن 2 روز در هفته رو از سالن استفاده کنن. اما امسال حتی سالن‌های دانشگاه که باید مجانی در اختیار دانشجو باشه رو کرایه دادن و تجاری کردن و اینطوری از سهم دانشجو به جیب خودشون می‌ریزن. وقتی همینطوری وضعیت دانشگاه‌ها و سیستم آموزشی ایران آخوندزاده رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که واقعاً اسفباره. اما باید دید پشت پرده چه خبره و چی دانشگاه رو به این روز انداخته. جمعی از اساتید دانشگاه‌های ایران گزارش مستندی در این رابطه تهیه کردند که 2 قسمت‌های قبلی برنامه هر بار موضوعی از اون رو توضیح دادیم. این هفته نوبت به بحث مافیای سازمانیافته علمی در تمام مراکز علمی کشور. شاید شما هم اسم همچین مراکزی رو بارها و بارها شنیده باشید. بنیاد ملی نخبگان، باشگاه پژوهشگران جوان، انجمن مخترعان ایران و ده‌ها مرکز علمی مشابه. مراکزی که رؤسا یا هیئت امناشون تماماً از وزرا و اعضای کابینه یا افراد نزدیک به سران نظام هستند. بله، توی اغلب این مراکز افراد صاحب نفوذی هستند که به خاطر نزدیکیشون با حکومت و ارتباط با جوانهای نخبه علمی در شرایط خوبی برای سرقت علمی و اختلاس پژوهشی قرار دارن. اونها برای اعتبار دادن به خودشون مافیای بزرگی توی دانشگاه‌ها درست کردند که با تزریق بودجه‌های سفارشی نخبه‌ها و دانشجوها رو شکار می‌کنند و بعداً به عنوان افتخارات رزومه خودشون ثبت می‌کنند.
این وسط استانها و دانشگاه‌های دورتر به دلیل برخوردار نبودن از این قابلیت همچنان دچار محرومیت هستند و بودجه‌ای در اختیارشون قرار نمی‌گیره. یک فش دیگه سرقت علمی و جعل مدرک و مقاله است. پدیده شوم سرقت علمی و جعل مقاله و مدرک خیلی گسترده شده. گاهی دانشجوها رو برای انتشار مقاله و کتابشون مجبور میکنن به خواسته های نامشروعی تن بدن. یک بررسی دانشگاهی نشون داده در تمام مقالاتی که بیشتر از دو نویسنده داشتن، در واقع دانشجوهای نخبه مجبور شدن برای انتشار مقالهشون اسم افراد غیر مرتبط رو وارد لیست نویسنده ها کنن. مثلا یک دفعه اسم یه آخوند حوزوی از مقاله ISI دکترای شیمی سر در میاد. یکی از نمونه های این مافیا وزیر کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاده که از اعضای هیئت امنای باشگاه پژوهشگران جوان بود که به این روش خودش رو نویسنده 40 مقاله ISI معرفی کرده. مهمترین افرادی که تو این زمینه معروفن کامران دانشجو، وزیر سابق علوم و برادرش رئیس سابق دانشگاه آزاد هستند که بیش از 90 مقاله ISI به نام خودشون به ثبت رسوندن. همچنین تقریبا همه نماینده های مجلس تجربه مقالات و کتاب های جعلی و غیر واقعی دارن. بله، این مافیا هم پرونده های زیادی مثل سایر زمینه های فساد تو این حکومت داره. این هفته هم دوربین دانشجو یه سری عکس ها از دانشگاه شما شکار کرده که ازتون دعوت میکنم با همدیگه ببینید. خوشحالیم که در یک دانشجوی دیگه همراه شما بودیم. تا هفته آینده شما رو به خدا می‌سپاریم و امیدواریم که روزها و لحظاتی سرشار از موفقیت داشته باشین. خدا نگهدار همگی.